امروز در خدمت شما گرامیان همراهان کانال هستم با یک نماز بی‌نظیر، یک نماز عالی برای گشایش درگاه رزق شما که همه گرامیان، همه همراهان، همه هموطنان، همزبانان میتونن ازش استفاده بکنن و انشالله برکت و عظمت رو برای شما به همراه داشته باشه. با من در ادامه همراه باشید. با نام و یاد ایزد دادار و که پایدار است و با درود و عرض ادب خدمت تک تک همراهان، بینندگان، علم‌آموزان و همزبانان و هموطنان در هر کجای کسی، امیدوارم به دور از کجی و کاستی در تندرستی باشید و این مطلب رو که هر روز تکرار میکنم به پدر مادر، به بزرگترها و به سرستونهای اصلی اجتماع و بزرگترها و خانواده احترام بکنید، این رو سر لوحه‌ای داشته باشید برای کوچکترهاتون که از این بهره‌مند بشن و در آیندهشون از این نعمت انشالله استفاده بکنند. و عزیزان، من قبلا در لایو ها به همراهان و هموطنان و کسانی که شرکت میکنند درخواست داشتن که یک نماز رو اگر میشه برای گشایش رزق و برکت آموزش بدید. بنده با توجه به اینکه دستورات زیادی برای نعمت و رزق و اینها گذاشتن و خب عزیزان استفاده کردن و به نتیجه رسیدن، این سری این نماز رو برای شما میگذارم. البته در طول کلیپ حتما ثانیه به ثانیه دقت بکنید، چون چیزهاییست که میبایست به شما بگم و حتما اون رو مد نظر قرار بدید. خب عزیزان، برای اینکه نماز رو شروع بکنید، این نماز طولش 14 روزه هست و شما در این 14 روز بهتر است که از ابتدای ماه قمری باشد. حالا عزیزان، معمولا بانوان گرامی مدتی رو در اون حالت طبیعی به سر میبرند در ماه. اون بانوانی که حالا چه بهتر است که در ابتدای ماه این حالت رو داشته باشن، ابتدای ماه که میگم بهتر است مثلا هفته اول باشه، روز یک شنبه، دوشنبه، پنجشنبه، بقیه روزها این رو شروع نکنید. حتی اگر در هفته مثلا سوم ماه هم، یعنی قبل از دهه سوم، هیچ موقع عزیزان، من قبلا هم گفتم دهه سوم ماه رو ازش استفاده نکنید برای استارت زدن و این بسیار بسیار مهمه. عزیزان، قمر در عقرب هیچ زمانی برای شروع یک تصمیم ازش استفاده نکنید. به خاطر این هست که اوضاع جوی و فلکی بر روی ما 100% تاثیرگذار هست و 100% ما رو به اصطلاح در امور انرژی مورد هجوم قرار میده و ما 100% نسبت به انرژی کیهان و انرژی علل خصوص ماه مورد تاثیر هستیم. پس یادتون باشه در این هم همین صورت هست. شما باید زمانی رو در نظر بگیرید عزیزان که چه هست؟ قمر در عقرب نباشد، حتی تحت الشعاع نباشد، یعنی که اصطلاحاً یک نیم روز از این سمت قمر در عقرب، یک نیم روز از اون سمت قمر در عقرب سعی بکنید که پرهیز رو داشته باشید و عمل رو انجام ندید. مخصوصاً عمل برای رزق از سمتی نیاز به مادیات داره و مخصوصاً شما در اون 100% به قمر و ماه نیازمند هستید و انرژیون. پس این رو مد نظر داشته باشید عزیزان. خب این رو فهمیدید دیگه، هفته اول باشه خیلی خیلی بهتر، روزش یک شنبه، روز دوشنبه و روز پنجشنبه. حتی اگر در هفته دوم هم شد میخواد شروع بکنید، روز یک شنبه، روز دوشنبه و روز پنجشنبه شروعش باشه. اگر در وسط کارتون به قمر در عقرب خوردید اشکال نداره عزیزان، من این رو بهتون بگم، ولی بعد از اون، یعنی در روز قمر در عقرب نباید شروع بکنید. خب خودتون میدونید برای انجام این عمل بهتر است یک اتاق مجزا
داشته باشید. نداشتید اشکال ندارد عزیزان. اگر نداشتید اشکالی ندارد. شما اگر اتاقیتون اصطلاحاً در خونه باشه که در اون عمل انجام بدید بهتر، اگر نداشتید اشکال نداره. این عمل عزیزان خط مندل ندارد، این عمل تحسین ندارد، اما انجام بدید بهتره. اما عمل بهتر است قبل از شروع، قبل از نماز اسراف کنید. در مورد اسراف و اینها هم زیاد توضیح دادم. خب حالا میرسیم به یک قسمت اصلی که من قسمت اصلی رو براتون توضیح بدم. قبل از اون عزیزان برای کمک به کانال و برای اینکه این کانال و راه‌های اصطلاحاً توصیه شده در اون که سعی کردیم به سمت نور باشه، گشایش درش ایجاد بشه و دیگر عزیزانی که ممکن است در دام کانال‌های تاریک بیفتن به اونها هم از طریق الگوریتم یوتیوب نشان داده بشه، ابتدا همین الان دو کامنت انگلیسی بگذارید و بعد از اون لایک بکنید عزیزان. دو کامنت انگلیسی ابتدا لایک بکنید برای کمک به کانال. این کانال هیچ اسپانسر مالی نداره. عزیزانی که در خارج میتونن به کانال کمک بکنن از طریق لینک پیپلی که وجود داره و گزینه‌های سوپر تنک، سوپر استیکر عزیزانی هم در داخل هست. اگر یک زمانی کسی خواست کمک بکنه میتونه از طریق شماره کارتی که در کانال هست این عمل رو انجام بده، وگرنه همه شما عزیزان بهترین راهش این هست که تبلیغاتی که بر روی کانال میاد هر تبلیغ رو به اندازه 30 ثانیه رد نکنید و اون رو زحمت بکشید نگاه بکنید، بعد از 30-31 ثانیه رد بکنید تعلق میگیره. و این راه های کمک به کانال همچنین عزیزان اینجور گزینه هایی که همه میتونن انجام بدن برای مردم، شیر بکنید و کلیپ ها رو شیر بکنید. خب مطلبی که من الان میخوام بهتون بگم عزیزان این هست. 4 کلیپ بنده در کانال گذاشتم که این 4 کلیپ، یکیش در کانال دوم هست. این اصطلاحاً چگونه چسبک ماورایی رو رفع بکنیم، حتما این رو انجام بدید. 3 کلیپ دیگه هم هست که انصراف از ماوراست، حتما اینها رو انجام بدید قبل از اینکه اصطلاحاً گشایش رزقتون رو براش نماز بخونید. حتما اینها رو انجام بدید، بعد این رو انجام بدید که عملتون تکمیل بشه. بدون انجام اینها اگر این عمل رو انجام بدید عزیزان ممکنه بعضی ها به نتیجه نرسن یا اثر ضعیف بشه، ولی این 2 کلیپ 4 کلیپی که بنده گذاشتم که دوباره اصطلاحاً اینها رو در آخر همین برنامه و بر روی این قسمتی که میاد قرار میگیره خواهم گذاشت و کسی که حالا تدوین میکنه خواهد گذاشت و انشالله اینها رو انجام بدید. این دستورات سعی کنید پیش نیازها رو انجام بدید برای اینکه این عمل به نتیجه برسه. بریم سراغ نماز. نمازتون عزیزان 4 عدد دو رکعتی است. نماز 4 عدد دو رکعتی دارید. این نماز عزیزان عرض کردم 14 روزه است. شما این نماز رو میتونید نماز صبح رو خوندید انجام بدید و میتونید هم بعد از نماز عشاء انجام بدید، اما بهترین زمان عزیزان از نظر بنده در هنگام صبح هست، بعد از نماز صبحتون یا زمانی که قبل از نماز صبح هست، زمانی که اصطلاحاً هنوز هوا در اون گرگومیشه، اصطلاحاً شفق هست و میخواد باز بشه، اون زمان این نماز رو انجام بدید. بسیار خوب، شما 4 تا دو رکعتی دارید. 4 تا دو رکعتیتون رو نماز رو نیتش رو برای نماز مستحبی میتونید بخونید در رکعت اول و در رکعت دوم. من این رو بهتون میگم. قبل از اون عزیزان این رو بدونید، همیشه من گفتم که قبل از شروع هر عملی که بنده میگم و حتی دیگران هم گفتن این عمل رو انجام بدید، غسل و نیت عمل را در زیر آب از خداوند متعال بخواید و به آب، با آب صحبت بکنید. آب پاکترین انرژی کائنات عزیزان و قدرتمندترینش هست.
زیر آب که رفتید از خداوند متعال از آب بخواید خداوند متعال به قدرت آب انرژی من رو در تمام کائنات گسترش بده و درگاه رزق من رو اصطلاحاً بر من باز و باز و بازتر کن و من رو کمک بکن که دستم انقدر باز بشه به همه بتونم کمک بکنم. این رو روز اول فقط این قصر رو انجام میدید و دیگه نیازی به چی؟ به این که دوباره در روزهای دیگه غسل بکنید ندارید. حالا غسل هم خواستید بکنید خودتون میدونید، مثلا روز اولش واجب هست این عمل رو انجام بدید. خب چهار تا دو رکعتیتون به چه روز به چه صورت هست عزیزان؟ در رکعت اول بعد از حمد شما میبایست یک مرتبه چی بخونید؟ سوره الملک بخونید. و در رکعت دوم بعد از حمد شما میبایست 7 مرتبه سوره و شمس بخونید. این در دو رکعت اول. در دو رکعت دوم، این در دو رکعت دوم، در رکعت اولش بعد از حمد شما میبایست 21 مرتبه آیت الکرسی بخونید با 1 بسم الله. در رکعت دوم هم میبایست شما بعد از حمدتون 7 مرتبه سوره قدر بخونید. خب پس این رو اگر تا اینجا یادداشت کردید من پاک میکنم و میریم سراغ رکعت سوم و رکعت چهارم. عزیزان این 7 بار و اینها رو که میگم همشون با 1 بسم الله هست. در نماز بسم الله بسم الله بسم الله نمیگید، فقط بعد از اصطلاحاً حمدتون 1 مرتبه میگید. این رکعت اصطلاحاً اون دو رکعتی سوم، در اون بعد از هم در رکعت اول شما 7 مرتبه چی میخونید؟ سوره اذا جا میخونید. و در رکعت دوم هم بعد از حمدتون 7 مرتبه چی میخونید عزیزان؟ سوره توحید میخونید که همون قل هو الله احد هست. و در اصطلاحاً دو رکعتی چهارم، در رکعت اولش بعد از حمدتون 7 مرتبه سوره اسلام ببخشید آیه نور میخوانید، آیه نور. و در دو رکعتی دوم 2 آیه هست که در سوره طلاق آیه 2 و 3 که از اینجا شروع میشه عزیزان، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. این رو کل این آیه رو میبایست 7 مرتبه بخوانید. و عزیزان یادتون نره این رو هم با 1 بسم الله اولش رو میخونید و شروع میکنید تا آخر میرید. عزیزان دل یادتون نره عزیزان، شما باید در روز 7 و روز 14 یک مقداری حالا یا شیرینی یا زکات به هر ترتیبی که خودتون میدونید تصدق نمایید. حالا 7 کاسه شیر برنج، 14 کاسه شیر برنج، یا مثلا 5 کیلو برنج، 5 کیلو برنجی که عادی خودتون میخورید، یا اگر خیلی آدم متمکنی بودین انشالله خدا بهتون برکت زیادتر بده، به مثلا 1 خانواده 2 خانواده ارزاق میگیرید کمک میکنید، هر چی که خودتون میدونید و براتون انشالله خیر و برکت داره. من دعا میکنم که انشالله خدا به همه همزبانان هموطنانمون برکت بده. عزیزان یک چیزی که این نماز داره، در روز 9 و 10 شما باید یک نشانه‌ای در خوابتون ببینید. هر کسی متفاوته، یه چیزی ممکنه بهتون بدن و اگر چیزی بهتون بدن از الان با خودتون تمرین کن، اگر بهم چیزی دادن من رو برای خودم نگه دارم و در یادم باشه. عزیزان کانال رو کمک بکنید عزیزان، امیدوارم از این نماز برکت کافی رو ببرید، به همه بدید این نماز رو، این کلیپ رو بر همه شیر بکنید و انشالله ازش حظ کافی رو ببرید. ما رو هم دعا بکنید تا ساعت 12 که هر شب دعا داریم، انشالله شما رو به دادار پایدار میسپارم.